برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای محمد لحمی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای لحمی، به نظر شما نتیجه و محصول مدارسی چون مدارس دینی و جهادی طالبان در سراسر دنیا که افرادی تندرو از آن بیرون می آیند تا کنون چه بوده و در آینده چه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین حضور از بطاقیبان مهمدان محترم شاهدی جانی و محسن سلام عرض میکنم. مدارس دینی جهادی طالبان به ویژه اونهایی که در گذشته علوم قرآنی رو بسیار مورد آموزش قرار دادن، در حال تولید نسل‌هایی از اعضای تندرو، از افرادی خطرناکی بودن، مانند گروهکهای مثل جندالله، خوشالله، داعش، که باعث رشد افراطگرایی‌های مزمن، تشدید خشونت ها، نقش آفرینی ها و درگیری های داخلی و بین المللی که در این سال ها ما دیدیم. و اگر اصلاحی در نظام آموزشی اونها صورت نگیره، جامعه جهانی باید فکر به حال ناامنی شدید بیرون از مرزهای کشورهای افغانستان و پاکستان داشته باشه. نمونه های این مدارس دینی و حوزوی ما حوزه‌های حکومتی مثل دانشگاه امام صادق، حوزه‌های حکومتی علی خامنه‌ای و تاثیر بسیار منفی که در رشد عدم رشد جامعه میتونه داشته باشه. که خب نمونه‌های بارز اون ما داریم در 40 خردی سال گذشته مملکت خودمون میبینیم که یه حکومتی دست دیکتاتوری مثل علی خامنه‌ای با افکار افراطگرایی داره اداره میشه و با سبانیش پسرفت و قهقرای مردم و مملکت هم هست. و در رابطه با این موضوع اگر جامعه جهانی اصلاحی در این نظام‌های دیکتاتوری و آموزشی مذهبی افراطی نداشته باشه، متاسفانه آینده بسیار خطرناکی رو برای بقیه ممالک دنیا بله، از توضیحاتتون ممنونم. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول.